در گزارش اشاره شده به جای دولت‌های روسیه و ایران از مخالفان اپوزیسیون گفتین که دعوت شده، اگرچه نامی از این اپوزیسیون ها هم نبرده شده، آیا این جایگزینی معنای خاصی داره در حقوق بین الملل؟ کنفرانس چه انتظاری از اپوزیسیون جمهوری اسلامی داره؟ در واقع بهتره این سوال رو بکنم. حتما ببینید، طبیعتاً کنفرانس از رهبران کشورهای مختلف، وزرای دفاع، وزرای خارجه و نیز رایزنهای امنیت ملی کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی دعوت میکنه، ولی کنفرانس به این معنی که یک کنفرانس بین‌المللی رسمی در سطح یک در واقع کنفرانس سران یا کنفرانس وزیران باشه نیست. میشه گفتش که کنفرانس امنیت ملی برلین، کنفرانس امنیت جهانی برلین، مثل کنفرانس امنیت جهانی هالیفاکس که در کانادا برگزار میشه یا در واشنگتن هر سال، اهمیتش بیشتر یک اهمیت افکار عمومی جهانی هست برای درک مسائلی که صلح جهانی رو دارن به خطر میاندازن، و از طرف دیگه محروم کردن کشورهایی که بر اساس مقررات حقوق، برخلاف مقررات حقوق بین الملل عمل میکنن، از در واقع مشروعیت و در واقع آوردن عناصر و گروه هایی که در مقابل این گروه ها می نیستن. حالا این که ذکر نشده چه در واقع گروه های اپوزیسیون یا چه سلبریتی های مدنی یا سیاسی دارن دعوت میشن، شاید دلایل امنیتی داشته، ولی اهمیت سمبولیک این کنفرانس و تأثیری که به خصوص این کنفرانس از نظر لابی و از نظر به نظر من یکی از مسائلی که مطرح نشده، اینکه سازمان‌هایی مثل سپاه پاسداران به تروریستی شناخته بشن در سطح رسمی، در سطح ملی و در سطح اروپایی، به نظر من خیلی مهم است.